بیا تا گل برافشانیم، بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سخت بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. اگر جلاد بی ایمان بخواهد خون عاشقان ریزد، که خیلی هم دارم اشتباه میکنم، بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سخت بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. منظور از جلاد خامنه ایه. اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد، من و یاران به هم سازیم و بنیادش براندازیم. عرض ادب و ارادت خدمت دوستان مهربانان و ساکنین کره زمین و همراهان خوب و نازنین رادیو دماوند. امروز 14 آگوست 2023 هستش که در خدمت شما هستیم در ارتباط با اوضاع احوال کشورمون، یک مقداری با هم گفت و شنو داشته باشیم و گفتگو، و از شما تقاضا کنیم چنانچه تمایل داریم با رادیو همکاری داشته باشین، ارتباط برقرار بکنین، نظرات خودتون، پیشنهاد خودتون رو بفرمایید. اگه برنامه ویژه هم خودتون دارین، ما در خدمت شما هستیم که بتونیم یک برنامه پربارتری رو ارائه بدیم. عرض کنم حضور شما، تو برنامه قبل اشاره کردیم که ملتی هستیم ترسو، واقعیتش ترسو، ترسو از هر نظر، برای که تقصیرم نداریم، برای که دراز مدت زمان بوده که ما همیشه تحت استبداد سلاطین بودیم و هیچ وقت از خودمون نتونستیم اظهار نظر بکنیم که ما هم هستیم، ما هم صاحب خانه ایم، ما هم وطن داریم، این وطن مشاع حق ما هم هست. همیشه اومدن به ما گفتن که سلطنت یک محبت الهی است که به ما عطا شده، یا علی همچی چیزی با همین مفهوم، و چون از موهبت الهی است، خب منم تقریبا تحت فرمان الهی هم دیگه، این نماینده الهی روی زمین، پس من چاره ای ندارم غیر از اطاعت، چون هر جمع که اطاعت نکردم، تو برنامه قبل اشاره کردیم که ما چنگیز و مغول و تازه اینا که دارم میگم چون خارجیه هایلایت شدن، ما سلطان‌هایی هم که داشتیم بهتر از چنگیز و مغول و نمیم اسکندر نبودن. حالا چنگیز و مغول میگم که خب یکی هر دو تاشون، ولی منظور اینه که همه این استبدادهای خارجی که اومدن اسمشون موندن، وگرنه ای که ما همون موقع هم همین سلطان‌ها که داشتیم این همینا بودن، چون جنایت میکرد، آدم کشی میکرد، خیلی تو تاریخ ازشون یاد نبرده، چون نیروی برنده تاریخو مینویسه دیگه. طبیعتاً وقتی که جنایت کرد، سلسله صفوی که صد برابر با پوزش صد برابر از چنگیز بدتر بود این سلسله جنایتکار صفویه، از اسکندر حتما به مراتب بدتر بود، چون نیروی داخلی بود و تاریخ هم نیروی پیروز می نوشت، همیشه می نویسه، اشاره بهش نمیشه، وگرنه جنایاتی که حکومت صفویه کردن هیچ کس تو تاریخ نکرده، حتی مغول هم نکرده. واقعیتش اینا گروه آدم خور داشتن، چگینی معروفن به چگینی، که اینا مسابقه می داشتن که کی میتونه آدم زنده رو شروع کنه به خوردن، خوردن واقعی خوردن ها، یعنی اگه کسی نافرمانی میکرد، فرمان سلطان سلاطین جنایتکار صفوی رو ادیم که اونا حمله میکردن با دندون توی آبجوش میکردن، انسان زنده رو توی آبجوش مینداختن، شروع میکردن خوردن گوشت و انسان جلو پابلیک، جلو عموم. به همین خاطر وقت خامنه‌ای جنایتکار میخواد کسی رو اعدام کنه یا شلاق بزنیم، یا داد میزنه یه بار تو رادیو تو اعلام کنه که فلانجا ما قراره کسی رو شلاق بزنیم، فلانجا قراره یه کسی رو اعدام بکنیم، یه عده هجوم میبرن، تخمه میگیرن، قابلمه اون هم سفره و بشقاب شدن، برمیامین اونجا که خودشون مشغول کردن به تخم خوردن و نمیدونم تخم شکستن و نگاه کردنش، شکنجه شدن یه انسان. بلکه از صفویه ای برای ما مونده که هر وقت میخواستن که به زور اگه نمیرفتی میومد
حکومت تنبیهت میکرد که چرا فرمان ذل الله روی زمین قرار بود اجرا بشه، چرا نیومدی تماشا بکنی؟ خب یعنی سلسله صفوی به مراتب جنایاتش از مغول و چنگیز و بازم تکرار شد، همه جنایتکارا تاتار و ماتارا بدتر بوده. نتیجه این ترس و استبداد و وحشیگری و جنایت شده که ما یه انسانای ترسو به مراتب ترسوی بزدل به وجود اومده که الان یه جنایتکار دوزاری به اسم خامنه‌ای که یه دونه نماینده تام الاختیار داره به اسم جنتی که 97 سالشه رئیس شورای نگهبان دیگه، 97 سالشه، یعنی هر دوتاشون پیزوری کامل، ولی تو ازش میترسی، جرأت نفس کشیدنم نداری، بی خودی هم به خودمو کردیت میم بهونه میاریم. اینا همه بهونه است برای که ترس درون وجود ما اومده، بتونیم خودمون رو درمان کنیم، بتونیم خودمون رو از این ترس بی مورد نجات بدیم. یک بار که شده اراده کنیم که انسان زندگی بکنیم. بابا سخت نیست این که حقوق بند باشیم، این که انسان باشیم، این که مثلا انسان آزاده زندگی بکنیم سخت نیست، نترسیم. گفتم من خیلی با دوستان صحبت میکردم و گفتم آقای خامنه‌ای چه کار بکنه ما ناراحت میشیم، مثلا چه کار بکنه ما دیگه کم میاریم، میگیم دیگه ایناف از ایناف، بسه دیگه، بسه هرچی هست. زیاد صحبت کردم، یه آهنگ میشنویم از کارگردان، میخوام بعدم با تو صحبت میکنم بیشتر در اولین فرصتی که آهنگ کارگردان، چون میگه خیلی حرف میزنی، بذار ملت میخوام یه آهنگ بشنویم نفس بکشن، بس اینقدر حرف میزنی. با پوزش از شما که من یک سره همیشه نق میزنم، ولی واقعیتش یه مشکلیه، واقعیتش باید ما بتونیم از این وضعیت خودمون رو نجات بدیم. خیلی بده، بعدم هست مقصر من و تو هم نیستیم، ولی درد رو پیدا بکنیم درمانش آسان تره. چرا ترسویم؟ بلکه استبداد بالای سر ما بوده، برای که سلسله صفویه وقتی میخواست شیعه رو تو ایران رواج بده جنایت کرد، آدم زنده رو خورد، آدم زنده رو تو دیگه آبجوش انداخت، آدم زنده رو سر میزد، آدم زنده رو یه سری وحشی به اسم چگیری درست کرده بود، میگه آقا بپرین یارو هر کاری، حتی آدم زنده رو شروع کردن به خوردن دو سه نفری. یا هنگ میشنویم و در خدمت شما هستیم. دست مرا خانه گرد فال من، قصه یه نو خاند از دفتر اقبال من، دم زند از گردش روز و مه و سال من، به لبارت سخن ز عشق جان سوز من، سر کند به سراز بخت پیروز من، دهدم مجده سرور بی پایان، به زبان آورد نام رقیبان من، گوید این من بود از فتنه ها جان من، به تحمل شود هر مشکلم آسان. خوشحال از تفسیر او، در قلب من تصویر او، تقدیر من تعبیر او، نازنین دخترکی دختر با نمکی، بی خبر از حال من،
با دو صد ناز و ادا می کشد دست مرا تا اون گرد فال من قصه نو خواند از دفتر اقبال من دم زند از گردش روز و مه و سال من. با عرض ادب مجدد خدمت یاران و همراهان رادیو دماوند، همونجوری که تو اول برنامه گفتیم شهریور یا یک با دیگه سپتامبر به وقت اروپا سالگرد مهساست. لطفاً هر برنامه داریم، هر اندیشه جدید داریم، هر کاری میتونیم بکنیم، چون ما علاقه که ملتی هستیم ترسو، ولی یه جاهایی هم یه کارهایی میکنیم، یعنی جوگیر که میشیم شیعه ایم دیگه، روز عاشورا دیدی حمله میکنیم یا خیمه رو آتیش میزنیم تو سر مغزمون میزنیم، یعنی اون لحظات هم میتونه درون ما باشه. سعی بکنیم که اون لحظات رو فراهم بکنیم، هر اندی هر فکر بکری داریم برای اینکه سالگرد مهسا زن زندگی آزادی داره میرسه، بتونیم با تجربه بیشتر مردم بیاریم بیرون، بیایم بیرون خودمون که مردم هم بیاریم بیرون. هر فکری هست تماس بگیرین، پیشنهاد بدین که تا یک ماه آینده تقریبا بتونیم برنامه مستمری داشته باشیم که این استبداد جنایتکار خامنه ای رو گفتم. ببین خیلی ما وضعمون بده بابا، اگه بدونی واقعا کسی بر تو داره حکمرانی میکنه، کسی بر تو داره زور میگه، کسی داره تو رو سرکوب میکنه که 97 سالشه، یعنی من و تو اگه غیرت داشته باشی باید بریم بمیریم، واقعا به زبون ساده باید بریم بمیریم که یه آدم 97 ساله داره این همه جنایت میکنه. وقت تو جوان رشید نیرومند چه زن چه مرد دستات بالا کردی، درست جنایت کاره، کارش جنایته، کارش آدم کشیه، ولی من و تو هم انسانیم بابا، غیرت داریم، شرف داریم، قدرت داریم، یه تکون به خودمون بدیم بابا. این خفت تا کجا؟ یه خبر اومده بود که آقا مجلس قراره، چون نزدیک های انتخابات سرگرم کننده شه دیگه، بعدم معلومه که ما رو خوب شناخته، یه برنامه برده توی مجلس میگه که آقا بنزین اومدیم سرانه بکنیم، میگه به ماشین ندیم به افراد میدیم، هر نفری 15 لیتر بنزین بهش بدیم، بعدش هر کسی بیشتر از این میخواد بیایم بنزین رو لیتر 60 هزار تومن بفروشیم. ببین اومده اول 15 لیتر رو به نفر به پلاگ ماشین دیگه نمیده، به افراد میگه. حالا ببین چه فاجعه میشه واقعا اگه این برنامه قرار بشه اجرا بشه، ولی اومده برای که تو رو راضی کنه. میدونی تو شیعه ای، دوست داری، نظری خوری، نظری کشی، نظری بری، میشناسه تو رو، منو تو رو میشناسه. اومده میگه که جرئت نمیکنه بگه آقا پول ندارم، کفگیر تاییدی خورده، جنایتکار مافیا پول کم آورده، جرئت نمیکنه بگه میخوام بنزین میخوام 60 هزار تومن. اومده میگه که به هر نفری 15 لیتر لیتری 1500 تومن میخوام بدیم، چون نفت بنزین مال شماست دیگه، میخوام به شما بدیم. بابا شما میگه عجب خوبه دیگه، نمیده که او بنزینی که میکنه 60 هزار تومن فردا نفس کشیدنت هم باید پول بدی، یعنی 10 برابر هیچ، 1 میلیارد برابر، 1 میلیون برابر 15 لیتر رو حاضری بهش برگردونی که بی حالت امروز برگردی دیگه نمیتونی. برای این که بخت بنزینی میکنه 60 هزار تومن همه چی بر مبنای سوخته، سوخت که گرون بشه نفس کشیدنت هم گرون میشه، واقعا دیگه نفس هم نمیتونی بکشی. به همین خاطر یک ماه دیگه سالگرد انقلاب ملت ایرانه، یه همت به خرج بدیم، یک باره این جنایتکار رو سر جاش بشونیم، درسی به تاریخ بدیم که دیگه سرزمین ما دنبال جنایتکار نباشه، جنایتکار به خودش جرأت نده که بخواد جنایت بکنه، استبداد جدیدی بیاره. یه بار انسانیت را رعایت بکنیم، دنبال حقوق بشر، حقوق انسان باشیم و خودمون نجات بدیم. ببینید انسان‌های مثل نوید افکاری، شادروان نوید افکاری، انسان‌های خوبی داشتیم که چشمشون به منتظر ماست، دست و دلشون افکارشون منتظر ماست که یه کاری بکنیم. به این کشور ما رو اگه چندین هزار سال جلو اومده، افراد واقعا ستارهای بی همتایی مثل نوید افکاری و هزاران مثل نوید افکاری باعث شدن این کشور تا اینجا برسونن با خون خودشون. خب من و تو هم وظیفه داریم، من و تو هم یه حرکتی بکنیم بابا. اونم انسان بود، حق زندگی داشت، به خاطر من و تو زندگیشو داد، برای که من و تو خفت نکشیم،
من و تو به این خامنه چه کار بکنه تو ناراحت میشی چو کم میاری؟ ولی مطمئنم کم نمیاریم، به خودمون خیلی داریم میزنیم، ولی ما زنده برانیم که آرام ننشینیم، موجیم که آسودگی ما عدم ماست. باید بریم به هر امکانی، به هر نیروی، به هر صورتی که هست، باید این سال، این سالگرد مهسا را بر سر خامنه‌ای و همه جنایتکارای مشابه خودش و مثل جنتی و حیوانات درنده خوی مثل خامنه‌ای رو خراب کنیم و واقعا روز روشنش رو تار کنیم. بس یک بار که شده اراده بکنیم که آقا کشورمون رو پس بگیریم، مسئولیم، اونایی که مسلمونن کلکم را کلکم مسئول. بابا چقدر مگه قرار ما زنده بمونیم؟ بعدم آخه این چه زندگی کمه، ما آواره در به در بیرون، هیچ کس با هیچ کس رابطه نداره، 8-9 میلیون ما آواره از خارج کشور، دلمون خوشه که مثلا بیرونیم، تعداد 70-80 میلیون با او خفت دارن تو ایران زندگی میکنن، یه تعداد انگشمار پیر پاتال درب داغون به دلیلی که تونست، من و تو نشستیم، اومد برادر و خواهر من تک تک برد اعدام کرد، ما ترسیدیم. ببین اراده ملت، وقتی اراده کنیم بیایم بیرون کسی جلودارمون نیست. پارسال نشون دادیم که با یک حرکت کوچیک، چه اروپا و امریکا همه دنبال گیس زدن بودن و نمیم دستمال انداختن جلو ملت ایران، و اینکه نشون دادی که هستی. حتی تو ندادی و اونا که نشون، تو که تکون نخوردی که. من صحبتم با توه، اون که بیرونه که بیرونه که، آفرین و درود خدا بر او باد، آفرین بر اون. صحبت من با توه که هزار بهونه میاری که بیرون نری، اعتراض نکنی، نه به ناحق نگی. یه بار میگی آقا دست من نیست، دیگران تصمیم میگیرن، یه بار میگی نه ملت تنبلن کاری نمیکنن، یعنی همه بهونا رو میاری آسمون زمین و ریسمون آسمون میکنی که حاضر نشی حرکت بکنی، حاضر نشی غیرتمند بشی، بلند شی رو پای خودت، میگی منم هستم، فرض بگو اصلا کسی نیست، این جامعه من فقط یه نفر توش، من تویی، خب بلند شو بابا، نگران چی هستی؟ بیرونن بقیه، بیرون اگه من و تو بیرون بریم همه رو میبینیم، ولی وقتی نرفتیم فقط انتقاد میکنیم. به کی هم انتقاد میکنیم؟ به خودمون. تهش انتقاد چیزی حل نمیکنه. یک کلاب هاوس خود رژیم جنایتکار درست کرده، همه رو ریخته اونجا، میگه آقا صبح تا غروب فوش بدیم. اون داره توی زندان آدم کشی میکنه، بنزین رو داره میکنه 300,000 تومان، ملت رو به جنایت و فقر مطلق کشیده، وقت تو رو وادار کرد تو کلاس رو فوش بده، خب فوش بده. عمل باید کرد. 100 گفتار به یک کردار نیرزد. یه حرکت تو ارزش داره به 1000 فوش و فضیحت و انتقاد. اینو که دارم میگم به خودم میگم. ولی من یه چیزی رو به خودم افتخار میکنم که نه، استبداد خامنه‌ای جنایتکار رو تحمل نکردم و نخواهم کرد. من اگه بمیرم جنازم هم تحویل نمیدم اگه قرار باشه استبداد اونجا باشه. هر جا که بمیرم اونجا میگم دفنم کنم. یعنی جنازم هم نمیذارم بره خامنه‌ای تو خاکی که خامنه‌ای در اونش استبدادشو داره رعایت میکنه. به همین خاطر از شما میخوام که واقعا دست همو بگیریم. ایرانی هستیم. ما آدمای نابغه، ما به دنیا خیلی دادیم. از نظر فرهنگی، روش زندگی، منش زندگی، دین و آیین به دنیا ما دادیم. الانم منطقه چشم انتظار من و توه. ما اگر ایران رو آزاد کنیم کل منطقه آزاد میشه، اروپا هم نفس راحتی میکشه، امریکا هم نفس راحتی میکشه. چه آزادی امریکا و اروپا و منطقه و ایران دست من و توه اگر بلند شیم رو پای خودمون. قد علم کن انسانی، و مطمئنم که دنیا سپاسگزار میشه. ما اگر که یک کشور رو آزاد کنیم، طالبان فکر می‌کنی تو منطقه میتونه بمونه؟ فکر می‌کنی پاکستان، بنگلادش، افغانستان، نمیدونم عراق، اگر ما ایران رو آزاد کنیم اونا هم صورت ادامه میدن؟ نه، اونا آزاد میشن. اروپا و امریکا هم از تروریست نجات پیدا میکنن. اینا هم الان آرامش نداره از تروریستایی که خامنه‌ای جنایتکار با یه سری باند تبهکارش داره میفرسته. یعنی حرکت تو باعث آزادی امریکا و اروپا و میدل ایست و کشور تو خواهد شد و انسان آزاد میشه. امیدوارم که
ارتباطتون رو با ما برقرار کنید، تماس بگیرین، اگه پیشنهادی دارین، دوست دارین همکاری بکنین، با ما تماس بگیرید، در خدمت هستیم. بازم معذرت میخوام اگر که یه مقداری تون میریم، ولی واقعیتش گرفتاریم. کشور ما تحت استبداد، ملت ما نیاز به کمک من و تو داره. باید وظیفه‌ش، خودش هم باید بیا بیرون، ولی من و تو هم وظیفه‌مونه که کمک کنیم. من و تو هم باید یه کاری بکنیم که اون کشور بتونیم نجات بدیم. من مطمئنن خدا میگه که حق او سرنوشتش تغییر میکنه که اراده بکنه. مطمئنم اگه من و تو هم اراده بکنیم، همونطور که توضیح دادم، جهانی رو آزاد میکنیم. جدا از اینکه ملت خودم آزاد میشه، جهانی رو آزاد میکنیم. تا دیداری دیگر، هزاران درود خدا بر شما و بازم پوزش اگر که مقدار